میخوای به صورتی کاملا ارزان و رایگان کچالو یا سیب زمینی در بوجی یا گونی یا کیسه های پلاستیکی پرورش بدی و یاد نداری؟ پس این ویدیو را دقیق منظم تا آخر تماشا کن تا اینکه برات یاد بتم که چه قسم کاشت میشه، برداشت، خاک و انواع مختلف تا برداشت را. پس بریم ببینیم. درود به تو دوست خوبم، خوش آمدین به کانال یوتیوب بابان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو مو شما روش کاشت و برداشت در کیسه های پلاستیکی را میخوانیم که چه قسم ها شما باید کشت کنیم. دوستای عزیز، اکثرا شما میبینین هر کسی میتونه سیب زمینی یا کچالو کشت کنه، ولی هر کسی نمیتونه حاصل بگیره. چرا؟ چون بعضی از رازهای وجود داره در انتخاب خاک، آبیاری، کوددهی، روش کشت و همچنان خاک دادن و بعضی گپا که اینا خیلی مهم هست و مخصوصا در کیسه های پلاستیکی و یا اینکه در بوجی یا بونی کسایی که آپارتمان نشین هستن یا خانه ویلایی داره میخوای این کار انجام بده یا حتی میخوای از مقدار زمینی خیلی کم فضایی که وجود داره پشت بام از بالای سر دیوار هست یا هر کجا هست میخوای یک نتیجه خیلی خوب بگیره، بهترین ویدیو هست برای شما. باید چیکار بکنیم دوستای عزیز؟ اگر شما در سر بام هستین که مثلا میخواین سر بام بکارین یا زیر سمنت هست که کار شما خیلی راحت است، اگر میخواین در داخل صحن حیات حولی بکارین که زیرش چمن هست، شما اولین کار را که میکنین باید از او فابریکای پلاستیکی که در ساختمان استفاده میشه و یا اینکه معمولا در انگلیسی به نام ویت کلر میگه، یعنی کشنده گیاهان هرزه، شما میبینین روله هست که یک توب داره به شکل پلاستیکی است و شما این را عوار میکنین روی سطح زمین. وقتی روی سطح زمین عوار کردین خوب ماکر، این دیگه گیاه هرزه از این خود بالا کشیده نمیتونه، در سطح زمین شما میکار میتونین. این کار اولش هست در روی سطح زمین. اگر روی سمنت میخواین این کار انجام بدین نیاز نیست، یا زمین سفت و سخت است نیاز نیست. خب وقتی که شما این کار را کردین، بعد یک چوب میمانین، یک چوب با فاصله اینی اندازش 10 سانتی باشه و درازش هر قدری که شما خواستین کشت کنین و زمین را که شما انتخاب میکنین به اندازه نیم متر یعنی 50 سانت باشه و اینجا این چوب را استاد میکنین. وقتی چوب استاد شد، بعد پشت سر این چوب همین نیم متر را که شما میخواین اینجا سیب زمینی یا کچالو کاشت کنین، شما در اصل میخواین بستر موقتی جور کنین. خب به اندازه 10 سانتی یا 15 سانتی در اینجا کدبرگ یا خاک یا برگ یا هر چیزی را که شما در اختیار دارین که فکر میکنین اینمی آب را نگاه میکنه به خود، که کدبرگ بهترین چیز هست یا هر نوع خاکی را که شما دارین که میتونین کدبرگ انتخاب کنین که این آب را بسیار زیاد به خود نگاه میکنه و کچالو یا سیب زمینی بسیار زیاد نیاز به آب پیدا میکنه. خب وقتی که شما فابریک پلاستیکی را کشیدین، چوب را هم اینجا زدین و یک میخ در کنارش اگر استاد کنین یا کدام چیز بمانین که چپه نشود، چون خاک پشت سرش میندازی این طرف نغلطه. خب بعدش وقتی گیر شما هموار میکنین، بعد اینال شما بستر برای کاشت سیب زمینی یا کچالو آماده کردین. چه قسم بستر هست؟ خب بر شما میگم که این برای چی هست. بعد شما نیاز دارین کیسه های پلاستیکی. اکثریت شما حتما ایره دیدین که سطل آشغال هایی هست در دفترها، مخصوصا در ادارات دولتی یا بعضی جا استفاده میکنین، حتی در خانه خود استفاده میکنین، کیسه های پلاستیکی هست برای آشغالدانی. شما در داخل آشغالدانی خود میندازین و وقتی آشغال ها درش انداخته شد پلاستیک میگیرین و میندازین دور. اون از مو کیسه ها شما برای راحتی میتونین استفاده کنین. قسمی که میبینین این کیسه ها را به اندازه نصف یا از لحاظ سانتی که بگیم به اندازه 30 الی 40 سانت داخلش خاک میریزی، خاک چه قسم؟ کاملا کدبرگ باشه، کدبرگی که 100% که هیچ کدام چیزی دیگر داخلش نباشه. کدبرگ داخلش میندازی به اندازه 30 سانت پر میکنی و لبه هاش کاملا قاط میکنی که خوب هم تو یک حلقه ایجاد شد. خب وقتی این کار انجام شد از این گپش خلاص. بعد یک چوبی دراز یا کدام آهنی میگیرین، تقریبا 7 تا 10 سوراخ را در زیر ای ایجاد میکنین.
7 تا 10 سوراخ را چرا ایجاد میکنین؟ به خاطری که وقتی شما کچالو یا سیب زمینی را اینجا میکارین، از این طریق ریشه ها نفوذ میکنه در زیر، شما 10 سانتی دیگه اونجا کدبرگ دارین، ریشه ها در اونجا میره، در جریان فصل گرما طاقتی این نبات کچالو یا سیب زمینی بالا میره نسبت به کمابی و در فصل گرما به راحتی اونجا از اون ساهم نفوذ میکنه و از آب اون ساهم استفاده میکنه. و خوبی دیگه چی است که فضا برای ریشه زیادتر ایجاد میشه و مهمترین بخششی است که درنیج یا زهکشی ایجاد میشه. آبی که شما برش میتین راحت از این سوراخ ها به شکل سوراخ های گلدانی بیرون میره و در اون قسمت ذخیره میشه داخل کدبرگ. اونجا که ذخیره شد راحت سیب زمینی رشد میکنه، ریشه ها در قسمت پایین میره و از اون قسمت راحت استفاده میکنه، که این در کل آماده سازی بستر مناسب برای کاشت سیب زمینی یا کچالو هست. خب این رو میمانیم کنار این قسمت باشه، میریم سراغ خود سیب زمینی یا کچالو که چه قسمایی را آماده کنیم. پیش از او ما و شما باید این را در یک فضای مرطوب و نسبتاً روشن قرار داده باشیم. کچالو یا سیب زمینی در ساحه تاریک اگر باشه این رشد خیلی کم اگر بکنه، در یک فضای نسبتاً گرم باشه، مرطوب باشه و نور هم باشه این خیلی زود جوانه میزنه. کوشش کنید که سیب زمینی یا کچالوهایتون وقتی میخواین بکنید کاملاً به شکل جوانه هاش برآمده باشه. خب شما وقتی که ایره 10 15 روز 20 روز پیش، یعنی کچالو در کل سیب زمینی یا کچالوی جواندار باشه، خیلی دقیق قسمت نتیجه میده. وقتی که شما میگیرین در هر داخل این کیسه های پلاستیکی 4 غده کچالو رو شما میکارین و بهتر است که شما همه را در یک سطح نکارین، یعنی به قسمت های مختلف 4 تا که هست، مثلا این 4 تا هست، یکش پایین تر میکارین، یکش بالاتر میکارین، یکش امور رقم به فاصله های متفاوت که وقتی این کچالو یا سیب زمینی حاصل میگیره کلشان در یک حلقه گنجایش نداره، یعنی یک قسمتش پایین تر اینجا حاصل بگیره، یک قسمتش بالاتر، امیر رقم شما در 4 طرف ایره به ارتفاعی مختلف جاسازی میکنین و داخل خود ایره دفن میکنین. بعدش چیکار میکنین؟ مرحله دیگیش به اندازه یک سطل که شما میبینین در اینجا سرش دوباره کدبرگ میریزین، بعد برش آب میتین و این رشد میکنه. و نگفته نمانه که شما هفته یک بار حتما برش باید آب منظم برش بتین. و وقتی کچالو یا سیب زمینی رشد میکنه برگهایش بهتر است که روی این کیسه پلاستیکی سیاره بگیره تا اینکه خیلی زود آب تبخیر نشه و در جریان فصل گرما. ولی فعلا که شما نزدیک به بهار هستین و در فصل بهار نیاز هست که هر قدر این ساحه ریشه گرما را جذب کنه همون قدر کچالو یا سیب زمینی ریشه ها گرم نگاه میکنه و همون رقم سریعتر و بهتر رشد میکنه. و بعد از 120 روز الا 130 روز نظر به نوع کچالو یا سیب زمینی که شما میکنین فرق داره، ای به حاصل میآید. و بعد وقتی که شما میبینین برگ ها زرد شده و بعد برگ ها را درو میکنین یا نمیکنین، به هر صورت وقتی میبینین که یک عالمه ای کچالو یا سیب زمینی حاصل گرفته و به راحتی میتونید که نوشیجان کنید. به همین راحتی فقط پلاستیکی که سطل آشغال شما استفاده میکنید نیاز دارید که یک رول او را بگیری، یک عالمه سیب زمینی شما میتونید بکارین، حدودا شاید $1 یا $2 قیمتش زیاد نباشه، به حساب افغانی مثلا 100-200 روپر شاید قیمتش نباشه، همچنان در ایران هم رقم مثال زده میتونیم که به حساب دلار $1-$2 خب به حساب تومن چقدر میشه شما میتونید محاسبه کنید. خیلی ارزان، خیلی رایگان، بهترین خاک هست که شما خاک را شما میتونید یک چند کیسه دستور بدین راحت بخرید در هر کجا، این بعد از او هم مورد استفاده قرار میگیره. وقتی شما خاک میگیرین شما در اصل خاک خریدین، با گیاهای دیگه پس از کاشت کچالو یا سیب زمینی بازم میتونید استفاده کنید، یعنی خاک شما خراب نمیشه. با یک آفتاب دادن شما میتونید دوباره خاکتون رو دوباره اصلاح کنید و با کشت دیگه استفاده کنید. به همین راحتی شما میتونید بهترین سیب زمینی یا کچالو برداشت کنید و رایگان، راحت، فرق نمیکنه در هر گوشه‌ای که زندگی میکنید میتونید بر خود کچالو یا سیب زمینی برداشت کنید، یعنی چندین برابر. از این طریق اگه کاشت کنی یک سیب زمینی رو که میکاری حداقل 10 تا سیب زمینی بر حاصل میده، بسیار نتیجه بخش است. و باز هم اگر سوال داشتین حتما در کامنت ها بنویسین، و باز هم اگر خواستین گیاهان، سبزیجات، میوه‌جات خود را از طریق ارگانیک کاملا طبیعی و خانگی
پرورش بتین، مواد غذایی برش بتین، کود بتین و به شکل طبیعی درمان کنین، حتما به این پوشه به این ویدیوها مراجعه کنین تا اینکه بهترین روش ها را بر شما یاد دادیم یاد بگیرین. تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا بسپارم.